چونان سامانی دامن کردم کنج خناعت را که اندر دل نمی باشد تمنای زر و سیمم. این مصرعه به نماینده ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک نخیب خان طغرل احرالی تعلق دارد و ما امروز تصمیم گرفتیم به ناحیه عینی به قدمجای این شخصیت بی‌نظیر تشریف بیاریم. سراغه ناحیه عینی دهه زاسون. سال 1904 همین بنا تحت راهبری خودی شاعر ساخته شد. شاعر در وقتی ساختمان بنا استوها را از خودی شهر سمرقند آورده، همین بنای عمارتی که ما از قرار دادیم بنا را خودی شاعر خودش بنا کرده است. و از سال 1904 شاعر محمد نخبان طغرل احرالی در همین بنایی که ما قرار داریم تا آخری عمر به سر برده است. هیچ خیلی که دیده استوید دادر من این بنا از وقتی بنا شدنش تا به این حال یکان خیلی تغییرات در آمده نشده است. آن چیزی که در حیات بنای شاعر تحت رابری شاعر ساخته شده بود، هم همان ستون، همان بالدار و وسطه ها، همان در و تریزه هایی که دیده استوید از همان دوره شاعر همین بنا همه خیلی قرار دارد و حالا همین بنا همچون خانه موزه از طرف بخش فرهنگ ناحیه تحت نظارت و نگهبانی قرار دارد و یکان خیلی تغییرات در آمده نشده است. همین بنا تا با آخری عمر محمد نخبان طغرل در همین بنا زندگی کرد و از سال 1964 سر کرده بعد نبری محمد نخبان طغرل انگی معطرخان که از دخترشون فرزند حساب میشد بعد همچون میراثور تا به حال در همین جا با اهل و بیت خود در همین بنایی که روبرو امارات های نو زندگی میکنند. درخت صدای که شما دیده استید و ما حاضر در سایه آن نشسته استادیم در بالای کرد از روی گفته ها و شهاده که آدم هایی که با شاعر همنشین بودن و همصحبت بودن با شهاده داده همان ها خود شاعر با دستان خودش سال 1900 پیش از به اتمام رسیدن امارت همین خانهش همین درخت صدای خودش نشاندگی من همین درخت صدای به واسطه تا به حال از خود شاعر نخبان طغرل احرالی نشانه است که با دست خود شاعر شانده شده است. در همین لبه حفظ یک حفظ شکری نخص بسیار عرضی زیبایی نخص ما یاد داریم کودک دوری ما به همین حفظ باقی بود یک حفظ شکری نخص سرق بسیار جای عجایب زیبا بود. در اینجا یک کتی چوبینه که از همون دوری شاعر بود بعد با زمان مرور زمان کتا بران کردن این حفظ مخم کرده شد و این درختی صدایی که دیده استادید از خود شاعر محمد نخبان طغرل احرالی این نشانه است. کتی که حالا ما در همین کت نشستم پیش زیر همین کت یک حوض کلان واقع شده بود که خود این حوض رو شده وقتی در حیات بینی خود شاعر تحت رابری شاعر استوار یک حوض کلان ساخته بودم و در بالای همین حوض یک کدی چوبین قرار داشت که شاعر در وقتهای خالیگی با همراه یا رفیقان خود در بالای همین کت نشسته هم استراحت میکردن و هم شعر و غزلگویی میکردن. خانه که ما قرار داریم این خانه اصلا خانه جای ایجادیات کاری شاعر بود. شاعر در این خانه وقت خالی در آمده کارهای ایجادی شعر ایجاد میکرد و به کارهای ایجادی خودش مشغول میشد. این خانه مخصوص برای همین کارهای ایجادی خود شاعر بنا کرده بود. من این خانه که ما از وارد شدیم این خانه نشست کنیم در ماه زمستان من این آتشتان در اینجا قرار دارد در این آتشتان علاب کرده در گیدن آتشتان نشسته زمستان فصل زمستان تیر میکردم من این موضوع به این خانه که ما داخل شدیم این خانه برای قبول مهمانان اون یار رفیق و آشنا و برادران شنگ میامدن در همین خانه قبول کرده در اینجا نشست می نشستن صحبت میکردن شعرگویی میکردن غزلسرایی میکردن من این خانه مخصوص برای قبول مهمانان بنا کرده شده بود. Thank you.
تاکچه که دیده استاده اید یک سنگ قرار دارد و این سنگ قطره‌های خونی شاعر موجود است که قطره‌های خونی شاعر وقتی سال 1919 شاعر در لبی دریای درشان فرورد میپرونند همین قطره‌های خونی شاعر در همین سنگ میچکد و وقتی که جسد شاعر را برای قشلاق برآورده در قبرستان اجدادی خاک کردن پس همین سنگ را برآورده در بالای همین قبر شاعر میماند ما همین سنگ به واسطه از بالای قبر خودی شاعر گذشته است که در همین سنگ قطره‌های خونی خودی شاعر به واسطه قرار دارد اگر نزدیکتر شوید من قطره‌های خونی شاعر را میبینم این سنگ به واسطه سنگ است که تا به حال قطره‌های خونی شاعر در همین سنگ باقی مانده است این کتاب نادیره که در دست من میبینید سال 1916 در مطبعه کوگانی ولایت بخارا به تب رسیده است و باید ذکر کرد که این یگانه کتاب است که از دست شاعر نقیب خان طغرل احرار به ما باقی مانده است. از او گفته های گذشتگان تا به ما آمده رسیده است شاعر نخوان تورا برای یک تابی نازک داشته گی یک طرز لباس پوشی خاص داشته باشند همه خیلی لباس با طرز آزادی تازه می پوشته که حتی قصه می کنند که وقتی که همین ریگستان سمرقند لباس پوشته می بروندن تمام مردم تنها به سوی نخوان تورا چشم می دوند که این چه طرز لباس می پوشد گفتن در همین موبن ریگستان قصه می کنند که گویا وقتی که نخوان تورا علوری با ریگستان سمرقند می بروند است در موبن 200 300 نفر حتما شناختن نخوان تورا علوری آسان بود است تنها برای که بخاطر که طرز لباس پوشش تماما دیگر بود است و طرز حرکت و رفتارش دیگر خیلی بود که از هوای از مسافه 100 تا 150 متر مردم ایشون تورا می شناختن که می گفتن یعنی این تورا میدان ریگستان بر اومد بود همه قدر لباس های آزادی تورا حقیقتا یک موکیو سرخی قصه میکنن که در پشت موکیو سرخ تنوک یک لباس های عجایب پشت میبرون مرده که همه از 100-200 متر را میشناختن تنها به خاطر طرز لباس پوشی است دیوانی که شما عین حال در دست من دیده ایستاده اید این دیوان سال 2015 برابر افتتاح شدن مجموعه فرهنگی نقیب خان طغرل روی چاپ آمد این دیوان اصلا با دو خط نوشته شده است هم با خط کریلی و با خط فارسی کاش در بزم ادب من دلبر می داشتم پیش خود مانند مینا ساغر می داشتم رایتم از عشق او می سوز سر اندک فلک گرز نقش خاک پایش افسر می داشتم ساز قانون محبت پرده عشقم درید کاش می نشنیدم و گوش کر می داشتم حبذا از مصره بی دل که طغرل گفته است خاق می کردم براهش گر سر می داشتم تاجیکستان با فرزندان بزرگش از رودکی سر کرده تا طغرل شیرین سخن و ده ها شاعران و نویسندگان دیگر افتخار میکند و به شما توصیه میدیم که قدم جای این قبیل نبیغا را زیارت کنید زیرا زیارت این گونه بزرگان عملی نیک است.